بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والا. هزاران سلام و هزاران درود خدمت همه شما خوبان، هر جای دنیا که هستید همیشه زندگی شاد باشید و شاد کام و پیروز و در پناه الله منان. عزیزان، در جلسات گذشته روی مبحث تربیت فرزندان به خصوص نوجوانا داشتیم حرف می زدیم و فن و فوت‌های تربیت نوجوان‌ها رو با هم مرور می‌کردیم. نوجوان یک انسان فریخته‌ای که یک مرحله بسیار حساسی از زندگیش رو سپری می‌کنه. مرحله نوجوانی در واقع مرحله اکتشاف ذات انسانی فرد هست. فرد شخصیت خودش رو در همین مرحله کشف می‌کنه. مرحله نوجوانی در واقع مرحله انتقال از مرحله پرجستخیز بیمسئولانه کودکی است به سوی مرحله توازن مسئولانه بزرگی. در این وسط این نوجوان قرار داره. نوجوان با یک توانمندی های بسیار خوبی در حال رشد هست و ابعاد مختلفی از شخصیتیش رشد میکنه. اینجاست که واجباً باید خانواده ها بدونن که با نوجوان چطور برخورد میکنن. موارد بسیار حساسی رو در جلسات گذشته بشه اشاره کردیم. امروز میخواییم روی بزرگترین چالشی که خانواده ها با اون درگیر هستن در قضیه تربیت نوجوان سخن بگیم. چالشی که اصلا خانواده ها اشتباه فهمیدن، پدر مادرها خوب درکش نمیکنن. نوجوان از جمله مواردی که بهش نیاز مبرم داره وجود الگو هست. در سیستم تربیتی ما باید الگوی برتر پدر مادر باشن. حالا اگر پدر مادر این لیاقت رو نداشتن که الگوی برتر براش باشن، اون وقته که نوجوان دوباره یک الگوی بهتر یا الگوی که در اختیارش قرار بگیره میگرده. الگو، وقتی که سخن از الگو و نمونه میره، پدر مادرها فکر میکنند اگر ما مثلا بسیار انسانهای با تقوا باشیم، نمازگزار باشیم، همه عمرمون رو روزه بگیریم، همه زندگیمون رو در جهاد و در دعوت به سوی الله و در رسیدگی به یتیمان و مستمندان و فقیران و ناداران باشیم، اون وقت دیگه ما یک الگوی برتر خواهیم بود برای فرزندانمون. این یک برداشت تقریبا نادرستی هست که برخی از خانواده ها تصورشون اینطوری باشه. ببینید، اینها همه این فعالیت هایی که هست، یعنی خوش اخلاق بودن، خوش برخورد بودن، نمیدونم مهماندار بودن، همسایه ها رو بهشون رسیدگی کردن فلان، اینها تمام یک نوع رفتارهایی هست که میتونه به صلاح انعکاس خوبی داشته باشه در فرزند شما و میتونه هم انعکاس کاملا متضاد و بدی داشته باشه و این خیلی خطرناک هست. چطور؟ وقتی تنها وقتی فرزند شما از شما الگو برداری میکنه که شیفته شما بشه، شیفته شدن کسی رو به صلاح بسیار، تا وقتی که کسی رو شما شیفتش نشوید دوستش نخواهید داشت. وقتی هم که دوستش داشته شیفتش شدی دوستش میداری. وقتی دوستش داشته باشی ازش تقلید میکنی و فرمان برداری میکنی. شما میبینید که در سیستم تربیتی اسلام مهمترین شخصیتی که در به اصطلاح سربیت تربیتی و ساختاری هویت اسلامی خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرار داده شد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در رسول خدا اسوه نیکو قرار داده شد. و همچنین در ابراهیم و الذین معه میبینید که قرآن کریم روی ابراهیم چقدر تاکید داره. ابراهیم رو ما در صحنه های مختلف زندگی میبینیم، طوری دو ابراهیم برای ما مشخص میشه و عرض میشه در قرآن کریم که ما شیفتش میشیم. چون که شیفتش شدیم دوستش میداریم، چون که دوستش داشتیم تقلید ازش میکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کل قرآن کریم به همین صورت برای ما عرضه میشه، انک لعلی خلق عظیم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك رحمه للعالمين. سوره ای از قرآن به نام سوره محمد میاد. صحنه های مختلفی از
سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قرآن عرضه میشه. خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و در چشم صحابه به گونه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین صحابه عرض اندام میکنه از جانب الله متعال که همه صحابه شیفته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. اصلا توان فراغ پیامبر رو ندارن. وقتی کسی از پیامبر دور میشه اصلا توان این رو نداره که به اصطلاح از پیامبر مدت زمان طولانی دور بشه. نزدیکی به پیامبر آرزوی هر یکی از صحابه هست. در کنار پیامبر نشستن، پیامبر رو دیدن و همراه پیامبر بیرون رفتن، در همه اینها چرا؟ چون که همه شیفته شدن. وقتی شیفته شدن در نتیجه دوستش میدارن، وقتی دوستش داشتن در نتیجه ازش الگو برداری میکنند، اطاعت و فرمان برداری میکنند. واسه همین است که ما تأکید داریم، تأکید مبرم داریم برای پدرها، برای مادرها، برای فرزندها که سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رو خوب مطالعه بکنند، خوب با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم انس بگیرند. ما تأکید داریم، واسه همین هست که شما میبینید در شبکه ما برنامه های خاصی برای سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گذاشتیم. یه برنامه داریم به نام در کهکشان نبوت که سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو از زاویه های مختلف بررسی کردیم. یه برنامه داریم به نام پیامبر در کنار ما، چطور پیامبر رو در کنار ما خودمون داشته باشیم. یه برنامه تخصصی دیگه ای داریم در قضایای ساختار دولت و ساختار فکر و اندیشه در سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، بازنگری سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. همینطور در باب سیرت تأکید زیادی کردیم. واسه چی؟ واسه اینی که شناخت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، دانستن پیامبر اکرم، پیامبر رو باید طوری در زندگیمون داشته باشیم که انگار میبینیمش، لمسش میکنیم، در بین ما هست، زندگی ما وفق حرکت و وفق دستور العمل پیامبر است. اون وقتی که شیفته شدیم دوستش داریم، دوستش داشتیم تقلید میکنیم ازش. ببینید چقدر تاکید داریم روی قضیه اسماء الله الحسنا، شناخت الله متعال. ببینید چقدر روز ما پر است از صفات الله و اون صفات الله متعال برای ما تذکر داده میشه که ما باید اونها رو همیشه مد نظر خودمون داشته باشیم. همیشه تمام روزمون از صبح تا شب بسم الله الرحمن الرحیم، الله الرحمن الرحیم رو داریم. الله اکبر، الله اکبر، عظمت الله متعال، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا. این صفات های الله متعال رو ما به شیوه های مختلف به ما یادآوری میشه، به ما تذکر داده میشه. چرا؟ تا خدا رو خوب بشناسیم. خدا رو که خوب شناختیم دوستش داریم، وقتی دوستش داشتیم فرمان بردارش میشیم. این به اصطلاح معادله رو باید خیلی خوب درک بکنیم. پدر مادر هم برای فرزندان، پدر مادر برای فرزندان، تا وقتی که فرزندان شیفته شما نشن از شما به اصطلاح حرف نمیگیرند، فرمان بردار شما نمیشن، شما دیگه الگوی اونها نیستید، شما نمونه اونها نیستید. نمیدونم آدم خوبی هستی، نماز میخونی، نمیدونم روزه میگیری، کارهای خوب میکنی، فلان فلان فلان، اینها رو همه رو انجام میدی، فرزند میگه به من چه؟ این چه ربطی به من داره؟ اینها کارهایی هست، به اصطلاح مواردی هست که شما انجام میدید واسه خودتون، یعنی این عنوان شخصیتی خود شما هست. شما میبینید در جامعه افرادی هستند که خیلی افراد فرزانه‌ای هستند، جامعه براشون احترام خاصی سلام میذاره و در فضای جامعه مسئولیت‌های بسیار عمده‌ای دارن، هیبت اجتماعی بسیار خوبی دارن، جایگاه بسیار خوبی دارن، بسیار خدوم هستند. اما میبینید که فرزندانشون اصلا از کل کار و فعالیت اونها متنفرن. فرزندش نماز نمیخونه. چرا؟ چون مگه فرزند نمیدونه که ارزش نماز چی است؟ بله، اما چون که از پدر متنفره، از ارزش هایی که پدر برای پدر ارزشمند است هم متنفر میشه. چرا؟ چون این پدر نتونسته به اصطلاح یک الگوی خیلی خوبی باشه. ما یک دوست عزیزی داشتیم که این واقعا فرزندانش رو از نظر علمی خیلی خوب تربیت کرده بود. خونش کلاس درس بود، همه بچه‌هاش ما دانشگاه بودیم و اونها بچه‌های کوچیکش از ما از نظر به اصطلاح خیلی از علوم از ما جلوتر بودن. صرف و نحو و ادبیات عرب و شعر و شاعری و نمیدونم، همه بچه‌ها شاعر بودن، نمیدونم فقه و علوم تفسیر و حدیث و اینها از همه ما جلوتر بودن، بچه‌های به اصطلاح کوچیکش. چرا؟ چون کل فضای خانواده اینجوری بود. در این حال همین فرزندانشون توی خانواده‌اش، توی فضای خانواده چی نبود؟ مثلا تلویزیون اینها نبود،
این فرزنداشون میگشتن کجا فضای یه تلویزیونی پیدا کنند، یه سینمایی پیدا کنند، یک نمیدونم فیلم مبتذلی پیدا کنند تا برن اونجا تماشا بکنن. چرا؟ این یک جو خفقانی رو در خانه ایجاد کرده بود. بچه هاش تابع فرمانش بودن، شیفتش نبودن، مجبورن تابع فرمانش بودن. سلطه پدر، سلطه عصا بالای سرشون بود، اون هم دیگه سر به زیر باید مجبور بودن و انتقام میگرفتن. انتقامش هم به این صورت بود، انتقامش این بود که دیگه همه این بچه ها از اون روش پدر متنفر بودن. از روش پدر که متنفر بودن، شیفته پدر نشده بودن، دیگه دنبال الگوهای دیگه میگشتن. در مرحله نوجوانی که بچه نیاز به الگو داره تا الگو برداری بکنه، الگوهای مختلفی رو تجربه میکنه و میخواد که یک الگویی که به اصطلاح لباسی که شیوه متناسب خودش باشه رو انتخاب بکنه، اون وقت پدر اون لباس نیست. چرا؟ چون که اصلا از پدر متنفره و این مهمترین به اصطلاح مورد هست و خطرناکترین مورد. چرا؟ چون که اگر بچه شما شیفته شما نشد، شیفته کسی دیگه میشه. شیفته شما نشد، از شما متنفر نشد، از تمام ارزش هایی که شما به اون ایمان دارید و براتون مهم هست، از همه ارزش ها متنفر میشه. نماز نمیخونه چون که پدر نماز میخونه. دروغ میگه چون که پدر به راستگویی بسیار اهمیت میده. خیانت میکنه چون که پدر بسیار امانتدار هست. یعنی همه ارزش هایی که پدر براش مهم هست، چون که این پدر رو قابل الگو برداری نمیدونه، همه اونها رو متنفر شده ازش، میخواد انتقام بگیره از این فضایی که براش ایجاد کرده، در نتیجه از همه ارزش ها زده میشه. در مقابل ارزشی که جلوی روش هست، یک ارزشی که متنفر هست، یک خواننده، یک نمیدونم بازیگر تلویزیونی، یک نمیدونم ورزشکار مشهور و و و و، چون که جلوی روش قرار داره، از اون به اصطلاح الگو برداری میکنه. لباس مثل اون میپوشه، کفش مثل اون میپوشه، نمیدونم موهاشو به شکل اون در میاره، به هر حال خودشو به هر صورتی که مونده به شکل اون در میاره، میخواد اون الگوش باشه. چرا؟ مگه نمیدونه که اون یک انسان پوچ بی اساس تا چی هست؟ بله میدونه، اما همین جلوی روش اومده و این متضاد هست با اون ارزش هایی که به اصطلاح پدر داریم. یعنی این خیلی مهم هست که پدر مادر باید این رو مورد توجه قرار بدن. یه دوست دیگه ای داریم که ایشون هم پدرش یک انسان بسیار فریخته و یکی از علمای جهان اسلام هست، اما پسر خودش تعریف میکنه، میگه که من به اصطلاح ما شب و روز نداشتیم، خونه ما هیچ وقت بی مهمان نبود، 24 ساعت مهمان می اومد، نیمه های شب همه هر کسی می اومد، همه چی داشتن مثلا آرزو داشتن که بیان پیش پدرم و دست پدرم رو ببوسند، بیان خونه ما. ما هم وضع اقتصادیمون بسیار خراب بود، همه می اومدن و می اومدن، خب پدر هم دست و دل باز بود. نیمه های شب که می اومدن، پدر مجبورن ما رو می فرستاد که برید نونوایی. نونوایی اگر نمی بود، می فرستاد مثلا این ور اون وری دکانی دوری آردی چیزی تهیه کنن توی خونه، غذایی براشون مثلا چی کنن. من دیدم که ما هم این مسیر رو انتخاب کنیم، این سختی ها رو باید بکشیم دیگه. این مسیر رو رها کردم، رفتم یه مسیر دیگه رو انتخاب کردم در زندگی. الان این فرد تمام اون ارزش هایی که پدر برای پدر به اصطلاح مهم هست، این براش مهم نیست و اینها رو زیر پا میذاره. چون که پدر سیماش مثلا محاسن زیبایی داره، این باید ریش رو بزنه. چون که پدر از سیگار و از سیگاری ها خیلی متنفر بود، این سیگار میکشه. چون که پدر نمیدونم از خیلی از کارا و رفتارها بدش میومد، اون همون رفتارها همون کارها رو برای خودش انتخاب کرده. چرا؟ چون که از اون فضا اون رو یک فضای خفقانی میدونست، یک فضایی که به اصطلاح اون پدر نتونسته اون بچهش رو شیفته خودش بکنه. آیا پدر مثلا کارهای بدی میکنه؟ نه، پدر کارهای بدی نمیکنه، اما پدر نتونسته رابطه خودش رو با بچهش یک رابطه دوستانه و صمیمی بکنه. همونطور که حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند که به اصطلاح لعبوهم سبعا ادبوهم سبعا صاحبوهم سبعا، 7 سال در تا 7 سالگی با بچه هاتون بازی کنید، از 7 سالگی تا 14 سالگی بچه هاتون رو خوب تربیت بکنید، از 14 سالگی به بعد رفیق بچه هاتون بشین.
این پدری که نتونسته با بچهش رفیق بشه، در نتیجه بچه چی کار میکنه؟ دنبال یک الگوی دیگه میگرده. خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رو خداوند متعال وقتی معرفی میکنه میفرماید لو کنت فظا غلیظ القلب لم فضوا من حولک. رسول الله، اونهایی که دنبال رسول الله را افتادن که ان صحابه هستن، میگه تو با وجود این که رسول الله هستی و اونها با وجود این که صحابه هستن اینقدر تو را دوست دارن، اگر تو لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو شدید میبودی و با اونها برخورد شدید میکردی، سنگ دل میبودی، لن فضوا من حولک، از دور و برت پراکنده میشدن. اما وقتی که عزیز علیه ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وقتی که توی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رؤوفی، رحیمی، دوست داری، عزیزی، مواظبشون هستی، خیلی هوایشون رو داری، باشون همراه هستی، صحابه رو با پیامبر میبینین شوخی میکنن، با پیامبر سفر میرن، پیامبر با همسراش دو میدانی مسابقه میذاره، خونه پیامبر توی مسجد مسابقات هست، شادی هست، رفاقت هست، شوخی هست، همه این جو، جو صداقت، جو گفتمان، جو خوب و شادی و اینها در کمال جدیت، در کمال همین افراد هستن که در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جهاد میکنن، در کنار پیامبر شهید میشن، همین فرزندان، همین نوجوان ها، همین نسل های متوالی هستند که با هم گره خوردن و در کنار دوروبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میچرخن. اینها همش چی است؟ علامت اون شیفتگی که به پیامبر دارن، به اصطلاح پیامبر رو شیفته پیامبر شدن، پیامبر رو دوست گرفتن، چون که پیامبر رو شیفته شدن، دوستش داشتن، الان پیرویش میکنن و همون کاری رو میکنن که به اصطلاح الان ما مثلا در زندگی پیامبر وقتی نگاه میکنیم تمام ابعاد زندگی پیامبر جلوی روی ما هست. یعنی ما از پیامبرمون اونقدر اطلاعات داریم که از هیچ احد الناس دیگه ای نداریم، حتی از پدر مادرهامون اینقدر نمیدونیم که از پیامبرمون میدونیم، حتی میتونم بگم که از خودمون اینقدر نمیدونیم که از پیامبرمون میدونیم. از خودمون مثلا الان از شما بپرسند که شما صبح که وارد خونه شدی چطور وارد خونه شدی، توجه نکردیم، چطور وارد خونه شدم، چطور رفتم، وقتی فلان جا رفتم چه کار کردم و چه کار نکردم. میدونیم که پیامبر با چه پایی وارد خونه میشد، با چه پایی از خونه بیرون میرفت، با چه پایی وارد مسجد میشد، با کدوم پاش از مسجد میرفت بیرون، وقتی وارد میشد چی میگفت، وقتی فلان جا مینشست چی میگفت، وقتی بلند میشد چی میگفت، وقتی غذا میخورد با کدوم دست میخورد چی میگفت، چی میکرد، وقتی عصبانی میشد چه شکلی میشد، وقتی کل تفاصیل زندگی پیامبر که در خودمون اینقدر براش توجه نمیکنیم در پیامبر مورد توجه قرار گرفت. چرا؟ چون که تمام اینها افرادی که شیفته پیامبر بودند در هر یکی از این ریزه‌های زندگی مواظب بودند تا اون رو ببینند و مثل همون انجام بدن. اینقدر شیفتگی و محبت به پیامبر رسیده بود که دیگه هر کوچیک بزرگی اون رو می‌خواستن تقلید کنن، می‌خواستن الگوبرداری بکنن ازش. وقتی پدر و مادر میان به این مرحله میرسن که بچه هاشون به اصطلاح شیفته اونها میشن، اون وقتی که موفقن. اما اگر بچه شیفته اونها نشد، وقتی که به اصطلاح بچه رو میبینید که یک جوری لباس میپوشه، یک جوری نمیدونم موهاشو به اصطلاح میتراشه یا شکل میده فلان، الان چیکار باید کرد؟ الان باید دونست که بچه ما رو به عنوان الگو قبول نداره، ما نتونستیم الگوی بچه باشیم، باید خودمون رو اصلاح بکنیم. دیگه دعوا نکنیم با بچه که چرا موهاتو اینجور کردی، نه، اون یک الگویی که به اصطلاح جلوی راهش قرار گرفته رو میخواد تجربه کنه. الان ما به جای جنگ با اون بیایم یه الگوی بهتری رو به اون تقدیم بکنیم تا بیاد این الگوی دیگر رو یعنی بچه در این مرحله عمری، مرحله نوجوانی، هر کاری رو میکنه یا هر تقلیدی میکنه به معنای انتخاب این مسیر نیست، به معنای تجربه این مسیر است. الان داییشو به اصطلاح تقلید کرد، بعد از مدتی میبینید عموشو تقلید میکنه، بعد از مدتی یک بازیگر رو، بعد از مدتی یک فلان رو، همه اینها رو تجربه میکنه تا ببینه که کدومش مناسبتر هست و براش به اصطلاح شخصیت آورتر هست. این هست که باید این رو بسیار روش فکر کنیم. پدر مادرهایی که این مسائل رو درک نمیکنن بچه هاشون رو داغون میکنن، یعنی
عزیزی داریم که پدر مادر به خاطر به اصطلاح مشکلاتی که در فضای خانواده هست با هم خروس جنگی دارن، بچه ها بچه های عمر نوجوانی، بچه ها دست به خودکشی زدن. چرا دست به خودکشی زدن؟ چون که این فضای خفقانی که توی جامعه هست بچه ها رو به تنگ آورده، میخوان از اینجا فرار بکنن. کجا فرار کنن؟ جای فراری نیست، در نتیجه میخوان از این دنیا فرار بکنن. پس خیلی مهم هست وقتی که پدر مادر نتونند الگوی مناسبی باشند، در واقع پدر مادر دارن بچه ها رو هل میدن به سوی به اصطلاح دره فلاکت. وقتی که شما الگوی مناسبی نشدید، اون وقت بچه از شما و از همه ارزش هایی که برای شما مهم هست بچه فاصله میگیره و دنبال چی میره؟ دنبال ضد ارزش هایی میره که باعث عصبانیت شما میشه. میدونه که شما از اینا بدش میاد، از ضد شما هم که شده این کارا رو انجام میده. پس این سلام قضیه رو باید بفهمیم تا باعث نشیم که بچه هامون بر روی کودتا بکنن، بر روی ارزش هایی که ما به اونها ایمان داریم، به خاطر فقط چی؟ به خاطر رفتار نادرست ما و اینی که ما خودمون رو دو چشم اونها خورد کردیم و نتونستیم الگوی بهتری هم به اونها تقدیم بکنیم. واسه همین است که خیلی مهم هست که بچه هامون سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو بخونن، بچه هامون نمیدونم سیرت صحابه یا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رو بخونن، سیره و زندگی بزرگان تاریخ و افرادی که در تاریخ نقش اساسی ایفا کردن. چرا ما بچه هامون رو نام هاشون رو میذاریم خالد و محمد و محمود و علی و عثمان و ابوبکر و عمر و سعد و همه این اسما رو ما برای چه انتخاب میکنیم؟ این اسم همینجور برای موسیقی نیست، این اسم رو ما انتخاب میکنیم به خاطر چی؟ به خاطر اینی که ما به اصطلاح میخواییم که این اسم در جامعه پخش بشه. جامعه من جمله بچه ما با زندگی نامه شخصی به نام سعد ابن ابی وقاص آشنا باشند، با عمر ابن خطاب آشنا باشند، با خالد ابن ولید آشنا باشند. وقتی که این رمزها رو در زندگیشون شناختند و با اونها انس گرفتند، در نتیجه بچه های ما هم تلاش میکنند که اونها رو به عنوان الگو و سمبول برای خودشون انتخاب بکنند. این هست که به اصطلاح وجود یک الگو در زندگی بچه خیلی مهم هست. یعنی شما تصور بکنید یک یهودی بچهشو میاره برای کار در خونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، پیامبر قبولش میکنه، یک نوجوانی هست کار میکنه، بعدن میبینند که مدتی که همین نوجوان مریض شده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میرن به عیادتشون، میبینند که بیماریشون خیلی سخت هست و احتمال وفاتش هست. در اون لحظات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهش میگن که بگو لا اله الا الله، یه مسلمون شو. بچه خب از پدرش میترسه که بالا سرش هست، شیفته یه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شده، پیامبر رو دوست داره، مدتی که در کنار پیامبر بوده شیفته اون شده، اما جرأت نداره که به اصطلاح دینش رو عوض کنه چون باباش بالا سرش. با چشمهای التماس به باباش نگاه میکنه، باباش که پیامبر رو دیده و رفتار پیامبر رو با فرزندش دیده و باباش هم در واقع شیفته پیامبر شده اما هنوز جرأت نکرده مسلمون بشه، میگه اطع ابوالقاسم، حرف ابوالقاسم رو قبول کن، مثل میگه حرف عموجانت رو قبول کن. و بچه میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول. الان هم وقت بیماری شدت هست و مسلمون میشه و میمیره. وقتی میمیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خوشحال است، میفرماند الحمدلله الذی انقذه بی من النار، خدا رو شکر که خداوند متعال این رو از آتش جهنم نجات داد توسط من. پس چیزی که باعث شد این پسرک که یک پسر یهودی هست، از یک فرهنگ دیگه است، از یک دین دیگه است، این بیاد و حرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو بگیره چه بود؟ همون شیفتگی که شیفته پیامبر بود، همون محبتی که از پیامبر دیده بود، همون فضایی که از پیامبر دیده بود. فضای تربیتی پیامبر چگونه بود؟ انس ابن مالک این فضا رو برای ما منتقل میکنه. انس یه پسر بچه 7 ساله بود که وارد خونه پیامبر شد، 17 ساله 10 سال خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کرد. در این 10 سال که بعدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم
وفات کردن. در این 10 سالی که از انس در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، ببینید که چطور انس این رو برامون به تصویر میکشه. میگه 10 سال خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کردم، هرگز به من نگفت که چیزی رو که من انجام داده بودم، هرگز نگفت که چرا این کارو کردی، یعنی هرگز منو مورد انتقاد قرار نداد. و اگر چیزی رو انجام ندادی بودم، هرگز به من نگفت که چرا این کارو انجام ندادی، یعنی هرگز منو ملامت هم نکرد و نه صداش رو بلند کرد و نه منو زد. نه در سیستم تربیتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صدا بلند کردن بود و نه زدن، یعنی نه داد و فریاد کردن بود و نه اهانت کردن. یعنی فضای سیستم تربیتی پیامبر روی محبت هست، روی ساختار عشق هست، روی برقراری انس و عاطفه هست. اینها باعث شده بود که افراد شیفته پیامبر بشن. شیفته پیامبر که شدن، پیامبر رو دوست دارن، دوستش که گرفتن پیروی میکنن و حرفشنایی دارن و از اون الگو برداری میکنن. خب حالا چه چیزهایی هست که باعث میشه بین پدر مادر و نوجوان ما یک نوع تنشی ایجاد بشه؟ چه چیز باعث میشه که اونها سرکش بشن؟ اونها یک خلیجی، یک فاصله بین پدر مادر و فرزندان ایجاد بشه. یکی از موارد این هست که زیاد ممنوعیت ها رو زیاد نکنیم. هر کاری اون میکرد میکنه، نه نه این کارو نکن، نه این اصلا اجازه نیست. نه، این بچه ها رو خداوند متعال یک فضای از ویژگی های هر انسان آزادی هست. وقتی شما آزادی رو از انسان سلب کنید، شما اون انسان رو دیگه بردش کردید. یعنی شو به شما الان مثلا شما تو شهر خودتون زندگی میکنید، 70 ساله که توی این شهری، اصلا از شهر بیرون نرفتی، اما یه قانونی وضع بشه توی حکومت به شما ابلاغ بشه که شما حق ندارید از شهرت بیرون برید، احساس میکنی که حالا شما 70 سال اصلا از شهر بیرون نرفتی، اصلا هم نیت نداره بری بیرون. اما وقتی به شما گفتن که آزادی شما سلب شده، اون وقت احساس کردی که چه بار سنگینی روی شما گذاشته شد. قبل از این اصلا احساسش نداشتی. چرا؟ چون که آزاد بودی، اگر میخواستی بری بیرون میتونستی بری، الان که نمیخوای نمیتونی بری، الان اگر بخوای نمیتونی بری، چون که اگر بخوای نمیتونی، جلوتو گرفتن، این یک مشکل است. میبینید که چقدر راه کارها و شکایت و فلان میکنی که آقا این قانون رو از من برداری. خب بعدش میگن آقا ببخشید اشتباه شده، اسم من اشتباه شده، منظور شما نبودید و شما آزاد هستید. چقدر احساس سعادت میکنید، راحت میشید. بعدش هم هرگز هم نمیرید بیرون، کاری ندارید به خارج از شهر، 20 سال دیگه هم زندگی میکنید توی همین شهر، میمیرید، هیچ اصلا نمیخواستید برید بیرون یا کشور شما بگن که شما ممنوع از سفر به خارج از کشور هستید. شما که هیچ اصلا برنامه رفتن به خارج ندارید، اما احساس میکنید که آزادی شما سلب شده. پس این آزادی یک جزی از کیان و شخصیت هر انسانی هست. انسان آزاده آفریده شده و کسی حق نداره این آزادی رو از اون سلب بکنه. این فرزندان هم همینطور دیگه، ما نیاییم برای اونها خط و نشان نکشیم، بذاریم اون روند خودش رو، روند رشد خودش رو بره و عقل و درایت خودش رو ازش استفاده کنه، از آزادی خودش بهره لازم رو ببره. تنها ما نظارگر هستیم که وقتی خط های قرمز رو تجاوز کرد، خط قرمزی که ضرر به جسم و جان خودش برسونه، خط قرمزی که ضرر به هویت ایمانیش برسونه، خط قرمزی که باعث بشه که یک ضرری جسمی یا چیزی به دیگران برسونه، همه اینها خط های قرمزی هست که ما میتونیم روش ممنوع بذاریم. تابلوی ممنوع فقط برای اینهاست، برای دیگران نیست. بچه میخواد که به صلاح اسلحه‌ای بخره، میدونیم که این اسلحه میتونه ضرری به دیگران بزنه، اینجا نه، این خط قرمز هست. بچه میخواد، آقا قانون گذاشتن که بچه های نمیدونم زیر فلان سال رانندگی نکنند، الان زیر این سال هست، این قانونی هست که آیا قانون حکومتی هست که به نفع بچه ماست؟ بله، هدف از این قانون این هست که سلامت جامعه و سلامت فرزندان مد نظر قرار گرفته. در نتیجه این یک خط قرمز هست، اینجا یک تابلوی ممنوع میذاریم. بقیه اموراتی که به سلام، نه، قضیه نماز و عنوان هویتی شما هست باید انجام بدید، ممنوع، بی نمازی ممنوع، بی عفتی ممنوع، یعنی چیزهایی که عنوان هویتی و کرامت شما انسان هست،
اون چیزی که کرامت شما رو زیر سوال میبره ممنوع، اما غیر از اون دیگه همه فضای زندگی فضای آزادی هست. اینجاست که به صلاح وقتی که ما زیاد ممنوعیت میذاریم و نه نه میذاریم، این باعث میشه که بچه های ما به صلاح یک برخوردی یا یک تنشی بین فرزندان و به صلاح والدین ایجاد بشه. اما اینی که بچه های ما یک سلوک و رفتارهایی داشته باشند که ما ازشون خوشمون نمیاد، این به این معنا نیست که اون سلوک و رفتارها بدن. یعنی شما میبینید طرف میاد میگه بچه من شیطونه. بچه چه هست؟ بچه هست نه شیطونه نه هیچی، بچه هست پر حرکته، پر جنب جوشه، بچهش میخواد که به صورت بهش توجه بشه، توجه نمیشه، خب یک نیازی داره، این نیاز برآورد نمیشه، این نیاز رو میخواد از یه کاری بکنه که همه بهش توجه بکنن. پس یعنی وقتی که بچه یه کار غلطی رو میکنه، ما باید ببینیم که این کار غلط از کجا اومد. بچه مثلا دروغ میگه، دروغ بچه باید نگاه بکنیم که آیا این دروغی که میکنه یک سلوک رفتار بد نادرست هست یا نه، این یه نیازی داره میخواد این نیازش رو اشباع بکنه. بچه های زیر 11 سال دروغ نمیگن. اون دروغی که بچه زیر 11 سال میگه همه برای چه هست؟ برای اشباع یک نیاز در اون هست. بچه میاد تعریف میکنه تو مدرسه چنین کردم، فلان کردم، اعلان کردم، نمره خوب گرفتم، فلان، همش حرفای نادرست. یعنی چی؟ این فقط میخواد که تشویق بشه، چون که کسی تشویقش نکرده در نتیجه میاد قصه هایی میبافه که باعث بشه که همه بگن آفرین آفرین. الان اگر پدر مادر این رو مرتب در خانواده تشویقش بکنن، دیگه این نیاز نداره که همچین حرفایی رو بزن. یا بچه ای که میاد به صلاح پیش پدر مادر کارایی میکنه، دروغایی میگه که منو زدن، با برادرم منو زد، فلان منو زد، منو میزنن، اذیتم میکنن، فلان، این چرا؟ این احساس میکنه که با این چی شما اون رو دوستش میدارید، بغلش میکنید، پدر برادر در میارم، میدونم چه کارش بکنم. این نیاز به محبت داره، چون که محبت رو ندیده الان میخواد این قصه ها رو میبافه تا محبت و اهتمام رو جذب کنه. این دروغ نمیگه، این یک نیازهایی داره، نیاز به اهتمام، نیاز به توجه، نیاز به محبت، نیاز به تشویق. همه این نیازها باعث شده که این از طرف خودش قصه ببافه. اما اگر نه، بالای 11 سال همچین دروغ گفت، باز هم غالب اعم این هست که نیازهایی داره که اون نیازها باید اشباع بشه. یه موارد خیلی اندکی هست که دروغ میگه، چون که مثلا با دوستای ناباب همراه شده، با دوستایی که دروغ میگن مکر و حیله یاد گرفته، نمیدونم فضای رسانه‌ای، فضای مدرسه، فضای دوستای ناباب، همه اینها مثلا یک سلوک رفتاری بدی رو از اونجا یاد گرفته، که اینجاست که دیگه بچه رو میفهمونیم که در شأن یک انسان عاقل فهمیده نمازگزار مؤدبی مثل تو نیست که حرفی خلاف واقعیت بگی. حرف خلاف واقعیت اسمش دروغ هست و مسلمان دروغ نمیگه، مؤمن هرگز دروغ نمیگه، مؤمن لغزش هایی ازش سر میزنه اما دروغ نه. به این صورت اون رو توجیهش میکنیم، وقتی توجیه شد قناعت میشه، قناعت که شد دوباره دروغ نمیگه و به صلاح حرفش خودش اصلاح میشه. مورد دومی که باعث میشه تنش ایجاد بشه، وقتی هست که پدر مادر به صلاح یادشون میره که بچه در حال رشد هست. بچه که در حال رشد هست یعنی در داخل خود بچه تغییر و تحولات جسمی صورت میگیره که این تغییر و تحولات در رشد به صلاح و تصرفات به اصطلاح بچه، روی حرف زدنش، روی نمیدونم احساساتش، روی نیازهای مختلفی که در اون ایجاد میشه تأثیر داره. ما وقتی بفهمیم که بچه هامون در حال رشد هستن، دیگه میفهمیم که چطور رفتار بکنیم. وقتی میبینیم که بچه همون مثلا از یک الگوی نامناسب داره تقلید میکنه، میفهمیم که این بچه در حال رشد هست، این نیاز به یک الگوی درست داره، الگوی درست جلوی روش قرار نگرفته، یک برنامه کودکی رو داره میبینه، یک نمیدونم فیلم سینمایی رو میبینه، یه فلانی میبینه، اینجا داره یک الگوی نامناسبی رو میبینه، داره از این الگو فوتوکوپی میگیره و از این الگو برداری میکنه. چه کار میکنیم؟ ما میایم الگوهای دیگه ای رو، الگوهای رقیبی رو جلوی روش قرار میدیم، با مطالعه، با فیلم، با نمیدونم قصه، با آشنایی، با تعریف کردن،
شما میبینید بچه ها نشستن مثلا در این مراحل نوجوانی که دیگه الان مثلا بخصوص در زمان ما که حس مادیات در جامعه بالا رفت، میگن که آقا مثلا فلان بازیگر هست توی فلان تیم بازی میکنه، این بازیگر به اصطلاح در فلان بازی نمیدونم جهانی اینها 5 میلیون دلار گرفتن. اون با خودش میگه ای 5 میلیون دلار، یعنی اگر من بیام درس بخونم بهترین مدرک رو بگیرم من خودم رو بکشم نمیتونم توی عمرم 1 میلیون دلار جمع کنم، این چطور 5 میلیون دلار با یک شوت میگیره؟ خب دیگه اینجا یک الگوی بعد، یک بدآموزی برای بچه ها ایجاد شده. شما نشستید با این بچه ها، 10 تا بچه هم همشون حرفشون همینه، شما میگه چی کار میکنید؟ این الگو رو اصلاحش میکنید. میگید بچه ها شما ببینید این آقا اومده در یک بازی 5 میلیون گرفته، البته این 5 میلیون مال اون نیست ها، این 5 میلیون رو استادیوم گرفته، استادیومی که این براشون بازی میکنه. حالا از این 5 میلیون زیاد باشه شاید 100 هزار رش به این آقا برسه، از این 100 هزارش هم 25% رو حکومت به عنوان مالیات میگیره، اون 75 هزار، 75 هزار که همیشه گیرش نمیاد، 75 هزار این بازی گیرش اومد در سالی مثلا شاید 5 دفعه گیرش بیاد، بعدش چند سال تا وقتی که بتونه این بازی رو بکنه، 2 سال دیگه باز بازیگر بهتر از این میاد، این میره عقب یا پیر میشه یا میفته پاش میشکنه، تموم شد کل ماجراش. اما آقای فلانی رو میشناسین؟ این آقا بعد از اینکه فارغ التحصیل شد نمیدونم یک اختراع کرد، اون اختراعش رو به 40 میلیون فروخت، بعد از اون صاحب 5 تا اختراع دیگه هست که نمیدونم این مخترعاتش رو به اصطلاح سازمان‌های مختلف ازش خریدن و اینقدر براش به اصطلاح هزینه داشت، اینقدر فایده داشته. اینا چون که فکرشون الان فکر مادی بحت هست، با همون زبان خود مادی شما میایید اون ارزش درست، ارزش علم و دانش رو براشون معرفی میکنید، اون ضد ارزشی که اونها شکار شدند که ما دیگه چرا درس بکنیم و بریم به اصطلاح مسیر به اصطلاح بازیگری و نمیدونم مسیر عرضه کردن کالا و این رو به اصطلاح بگیریم، اون ضد ارزش یا ارزش منفی رو شما با همون زبانی که اونها میفهمند براشون شرح میدیم. اینجاست که دیگه یعنی هر وقتی که این بچه ها در حال رشد هستند، اینا نیاز دارند که این الگوهای منفی که به اونها جلوی راهشون قرار میگیره و اونها رو شیفته خودشون میکنن با زرق و برق رسانه‌ای که دارن، این الگوها رو به اصطلاح به این صورت براشون توجیه بکنیم تا بدونن که چه کار میکنن. دیگه وقتی که مثلا این رشد چطور مثلا با این برخورد بکنیم، وقتی میگن که به شما شکایت میاد که بچه‌تون توی مدرسه شیشه مدرسه رو شکسته، فضولی میکنه، آه فلان میکنه، شما اینجا میبینید که این بچه این مرحله رشد هست، این بچه چرا این کارا رو میکنه، این کارا رو به شیشه رو مدرسه رو میشکنه و فلان میکنه، اینو میزنه اونو میزنه تاپ، چرا؟ چون یکم قدرت داره، همه وقتی این کار میکنه میگه با پدوون، تعریفش میکنن فلان، چون که دیگران تعریفش میکنن، این نیاز داره در این مرحله، نیاز به تعریف و تمجید داره، نیاز به قدرشناسی داره. شما اگر در خانه ازش قدردانی بکنید، تعریفش کنید، نقطه های مثبت و ایجابیش رو به بروز بدید و ازش حرف بزنید، این دیگه نیاز پیدا نمیکنه که بره توی مدرسه شلوغ بکنه و اونجا خودش رو مطرح بکنه. پس میفهمید که این یک نوع نیازی داره، دنبال یک حاجتی هست، یک نیازی هست، این نیازش رو شما به اصطلاح برآورد میکنید، در نتیجه اون انحرافی که مثلا داره به طرفش کشیده میشه در واقع اون انحراف نیست، اون یه تشنگیه، یک نیاز هست، نیاز رو شما برآورده کردید، اون قضیه خود به خود حل میشه. و همچنین یک مواردی که مثلا روی باعث میشه که یک تنشی بین بچه ها و پدر مادرها وجود باشه، اون اسلوب تعامل هست. اسلوب ما وقتی که اسلوب امر و نهی بود، این کارو بکن، این کارو نکن، اینجور باید باشی، اینجور نباید باشی و فلان، این خب یک نوع به اصطلاح کدورتی رو ایجاد میکنه، هیچ کسی از کسی که هی ملامتش بکنه، هی مورد انتقادش بکنه، هی سرش داد بزنه خوشش نمیاد. در نتیجه باید چه کار باید کرد؟ اینجا
با زبان به صلاح امر و نهی با اونها حرف نمیزنیم، با زبان سنجش حرف میزنیم. هر موردی که به صلاح مطرح میشد، مثل همین مثالی که دادیم که به صلاح یک الگوی مادیگرایی وقتی جلوی چشمش رو میگیره، ما چطور میاییم یک الگوی ارزشی رو جلوی راهش قرار میدیم تا بفهمه که زندگی زندگی ارزشی است، نه زندگی به صلاح پوچ و بی اساس. یه مورد دیگه اینه که مثلا وقتی که ما ازش میخواییم که کارایی رو بکنه که ما میخواییم، ما میدونیم که اگر این درس بخونه، اگر این مورد رو به صلاح مطالعه بکنه، این دوره آموزشی رو توی شرکت بکنه، براش خوبه. اون این رو فکر نمیکنه، اون از چیزای دیگه لذت میبره. ما اگر بگیم که کارو نکن، این کارو بکن، امر نهی شد، از این خوشش نخواهد اومد. چه کار میکنیم؟ میدونیم که این مرحله عمری رو باید چطور باش کنار بیاییم. این مرحله عمری این است که مثلا وقتی که بچه یک کاری رو سخت باشه خوش هست، دیگه شما نمیگید که این کارو ولش کن که خود دوست داری، بیا اون کاری رو بکن که من دوست دارم. شما میگید که این کاری که میکنی، حالا 10 دقیقه میگین الان مشغول چی هستی، خب 10 دقیقه بعد بیا من کارت دارم، یه مورد بسیار خوبی هست که برات شرحش بدم، برات مطرحش کنم، رأی تو توش بگیرم، نظر تو در این مورد چیه. خب به این صورت، یعنی اون موردی که ما میخواییم براش بدیم، به جای اینه که با زبان امر و نهی به اون تحمیلش بکنیم، اون رو با زبان تبلیغات براش طوری مطرح میکنیم که خودش شیفتش بشه، خودش بفهمه که اون چقدر براش به صلاح مهم هست. اینی که ما بگیم که اون کاری که خودش انجام میده باش لذت میبره، اونو رهاش بکنه و بیاد اون کاری رو بکنه که ما میخواییم، این به صلاح جواب نمیده. اما نباید یک نوع تنش ایجاد بکنیم، باید یک نوع به صلاح راهی رو ایجاد بکنیم که بتونیم اون رو به آغوش بگیریم. یه مورد دیگه ای که بسیار خطرناک هست و تنش ایجاد میکنه بین پدر مادر و فرزندان، اون پدر مادرهایی هستن که چشاشون چش مگس هست، فقط عیب و ایرادها رو میبینن. ما میخواییم که نه، این چشا رو باید عوض کرد، چش مگس رو باید عوض کرد و چشمون رو بکنیم چش زنبور عسل، تلاش بکنیم همه خوبی ها، همه گل هایی که توی زندگی فرزندانمون و توی زندگی خودمون و جامعه هستن رو ببینیم. این فضای تربیتی باید به ما، این درس تربیتی رو باید خوب هضمش بکنیم که چشمامون رو عوض کنیم، چش مگس نداشته باشیم، چش زنبور عسل داشته باشیم. چش مگس اون چشی هست که هر جا میره فقط عیب و ایراد ها رو میبینه، چش زنبور عسل فقط به صلاح خوبی ها رو میبینه و هر جا باشه گل رو میبینه. شما میبینید که در یک بچه اومده مثلا 10 تا امتحان داشته، در 8 تا امتحانش نمرات بسیار خوبی گرفته، در یه امتحانش نمره کم گرفته، یه امتحانش مردود شده. درسته که این مثلا تجدید هست و باید یک مرحله تحصیلی رو دوباره بخونه یا یک کتابی رو، یک ماده‌ای رو دوباره بخونه، همه اینها درست، یک ضرری کرده درست، زمانش عقب میفته، همه اینها درست. اما مهمتر از همه اینها این هست که این در 8 تا از درس ها بهترین هست، در هست از درس ها موفقیت های چشمگیری رو به دست آورده. چرا ما این 8 موفقیت و 8 پیروزی رو نمی بینیم؟ اون یک پیروزی و یک شکست رو می بینیم. خب این خیلی خطرناک هست که وقتی پدر مادر میان و زوم می کنند روی نقطه منفی. اینها کدوم افرادی هستند؟ همین افرادی که به صلاح وقتی میاد داخل خونه شما، خونه تمیز، همه جا روی به صلاح سقف یک بچه بازی کرده، یک لکه سیاهی هست، همین که میاد تمام نظافت این خونه، ترتیب این خونه، زیبایی این خونه رو نمیبینه، همونجا رو به صلاح میخ میکنه. این حالت یک وسوسه و مرضی رو در خود افراد به وجود میاره. در نتیجه باید از این خیلی پرهیز بکنیم. شما میبینید در فضای جامعه ما این یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی و معضلات تربیتی جامعه ما هست، که در جوامع شما میبینید که چقدر ما عقبیم به خاطر همین. شما در جوامع ما ببینید همه اخبار بد روی هدلاین تلویزیون های ماست،
همه تلویزیون تا باز میکنی فلانجا به اصطلاح سیل اومد، فلانجا ویرانی شد، فلانجا که فلانی فلانی رو کشت، فلان برو آقا توی رمان ها و قصه های کتابخانه ما ببین افتضاح، قاتل سر زن، نمیدونم همش به اصطلاح چیزهای پلیسی، عکس هایی هم که گذاشتن، یک عکسی گذاشته نمیدونم چشاش اسلحی هست، کلتی هست، همش جنایت، جنایت خبر هست، جنایت قصه هست، جنایت فیلم هست، جنایت نمیدونم کتاب مطالعه ماست، جنایت شیوه های نمیدونم تبلیغاتی ماست، همش انحرافات اخلاقی، انحرافات نمیدونم جنایی، کل ماجرا همین. بعضی ها باز خیلی وقتا بود که حالا نمیدونم هنوز هست یا نه، که یک روزنامه هایی بود که فقط یک افرادی هستن که یک گوشه فقط به اصطلاح اخبار جنایت هایی که توی چه بوده رو معرفی میکنن، یا نمیدونم حتی در فیلم های کارتون نمیدونم کسی یه قتلی کرده، حالا بگرد که چطور این قاتل رو پیدا بکنیم، همش دور و بر جنایت، قتل، دزدی، حتی پهلوان هایی که به اصطلاح توی کارتون ها معرفی میشن پهلوان های همش دزد، علی بابا و نمیدونم 40 تا دزد، علی بابا که یه دزدی پرمهارت تر که میتونه از 40 تا راهزن هم بدزده، یا نمیدونم توی دریا نمیدونم چی ها هستند که میان کشتی ها رو میدزدن، دنبال گنج ها میگشتن، همشون دزدن، در دزد دنبال به اصطلاح چیز مجانی پیدا کردن. خب این الگوها رو وقتی که به جامعه میدی دیگه، غیر از اون هست که بسیار فرزندانی که توی کلاسشون مثلا کتاب خوب من یار مهربانم رو حفظ میکنن، اونهایی که کتاب خوب من یار مهربانم رو حفظ میکنن اهل علم و دانش و مطالعه میشن، اونهایی که دیگه افتادن روی دنبال مثلا علی بابا و سندباد و نمیدونم فلانی که دنبال دزد و راهزن ها، اینا هم دیگه دزد و راهزن و قالطاق و اینا میشن. پس این رو باید خوب مد نظر داشته باشیم تا برخوردمون یا شیوه رفتاریمون فرزندانمون یک رفتار شایسته ای باشه. و همچنین وقتی که یک مشکلی پیش میاد، شما عصبانی میشید، یه خبری ناگواری، یک لغزش اخلاقی از بچه‌تون میبینید، هیچ وقت سعی نکنید که این قضیه رو حلش بکنید در حالی که شما ناراحتید، در حالی که شما پریشانید، اضطراب دارید، در حالی که شما عصبانی هستید. هرچه انسان عصبانی میشه به همون اندازه عقلش از کار میفته، هرچه صدات بالا میره به همون اندازه عقلت گم میشه. هر جایی که صدا بالاست اونجا دیگه سکوت باید کرد و اون ماجرا رو خاتمهش داد. یعنی اگر شما یک اشتباهی دیدید از فرزندتون، خیلی اشتباه خطرناکی هم بود، اون لحظه ولش کنید قضیه رو، 3 ساعت بعد اگر به اصطلاح راحت شدید قضیه رو مطرح بکنید، نتونستید 3 روز بعد، یعنی مدت زمانی بدید که اون خشم شما فروکش کنه، اون اضطراب شما، اون نگرانی شدت شما فروکش بکنه، عقل شما به کار بیاد، اون وقت قضیه رو درمانش بکنید. تا وقتی که قضیه رو با عقل و اندیشه به اصطلاح سبک سنگین نکردید، نمیتونید درست داوری بکنید. واسه همین است که در فقه اسلامی میگن که آقا یه قاضی حق نداره که قضاوت بکنه وقتی که وضوش تنگه، باید وضوع راحت باشه، یعنی نیاز به دستشویی نداشته باشه. یه قاضی حق نداره که حکم بکنه وقتی که گرسنه است. یه قاضی حق نداره حکم کنه وقتی که از کسی یا از چیزی عصبانی است. چرا؟ چون که این انفعالات و احساسات باعث میشه که عقلش از کار بیفته، در نتیجه حکم و داوری که میکنه یک داوری نادرست هست. پس باید این رو مد نظر داشته باشیم که این انفعالات رو هرگز اجازه ندیم که باعث بشه که مهار ما رو به دست بگیره. طرف میاد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماند یا رسول الله اوصینی، یا رسول الله منو نصیحتم کن. میفرماند لا تغضب. میگه غیر از این، میگه لا تغضب، میگه یک وصیت دیگه، میگه لا تغضب، عصبانی نشو. هر چی میخواد میگه که آقا چی، میگه عصبانی نشو.
اگر تو عصبانی نشدی اون وقت دیگه مشکلی نخواهی داشت. تو که عصبانی نشدی با عقل و منطق قضايا رو سبک سنگین میکنی، در نتیجه به سلام قضايات حل میشه. و در این مرحله عمری ما باید درک کنیم که بچه ها دنبال شناخت خودشون هستن. مرحله ای هست که دنبال این هست که درک کنه که خودش کی هست. الان بچه داره از مرحله کودکی منتقل میشه به مرحله جوونی. در این مرحله دنبال خودش هست، خودش رو گم کرده. در نتیجه ما باید این رو درک بکنیم، نه که بهش بگیم که آقا تو چی میفهمی، تو هنوز بچه ای، به سلام تو نباید حرف بزنی، تو نباید یعنی ما بیاییم خودمون رو بر اون تحمیل بکنیم، این کار رو نکنیم، بلکه بذاریمش که یک مقداری یا فضای اختیار رو براش باز بکنیم. خداوند متعال ما رو بر تمام خلایق برتری داد به چی؟ به قدرت اختیار. قدرت اختیار که ما انتخاب بکنیم، این ویژگی من انسان هست، ویژگی که حتی فرشته ها ندارن. فرشته ها یفعلون ما یؤمرون، چیزی که بهشون امر کرده بشه همون رو دقیقا انجام میدن، نمیتونن کار دیگه بکنن. من نه، من انسان نه، من فهدیناه النجدین، خدا من نمطار به من دوتا راه درست و اشتباه رو جلو من گذاشته. میخوای به طرف بهشت بری بفرما، میخوای به طرف جهنم بری بفرما. من شاء منکم من یؤمن و من شاء منکم من یکفر. کسی میخواد ایمان بیاره، کسی میخواد کافر بشه، راه بروش بازه. این اختیار رو به بچه هامون بدیم. وقتی که بچه هامون رو فضای اختیار بشون میدیم که خودشون انتخاب بکنن، در واقع ما به اونها قدرت میدیم تا در آینده قدرت تصمیم گیریشون قوی بشه، اعتماد به نفسشون بالا بره. اعتماد به نفسشون و بالا که رفت، قدرت تصمیم گیریشون بالا میره، در زندگیشون به سلام موفق میشن. و هرگز هم اونها رو مسخره نکنیم. مسخره نکردن و توسری نزدن و اینی که تو دیگه هیچ آدم نمیشی، دیگه من دستم از تو شستم، از تو هیچ خیری بر نمیاد، اگر این حرفا رو برای بچه ها تکرار بکنیم و مربی ها معلم ها وقتی که به بچه ها توسری میزنند و با این اسلوب و رفتار با اونها توی مدارس حرف میزنند، در واقع اون اعتماد به نفس اینها رو میکشن. اینها دیگه هیچ وقت خودشون رو باور نخواهند کرد و در زندگیشون موفق نمیشن. موارد دیگه بسیار حساسی هم هست که تصرفاتی که بچه ها انجام میدن و ما ناراحت میشیم، تصرفاتی که باعث نگرانی ما میشه، در حالی که اینها کاملا طبیعی است. ببینید بچه از مرحله کودکی، مرحله ای که در اون جست و خیز داشت، مرحله ای که در اون در گل و خاک و آب و همه چیز بازی میکرد، کسی هم نمیگفت چرا این کار میکنی، چرا، چون که این کودکه دیگه، کسی بهش توجه نمیکنه. الان این منتقل شده به مرحله دیگه، دو این مرحله نمیتونه مثل اون کودکی تو آب و گل و بازی کنه، خودشو کثیف بکنه، لباسش باید تمیز باشه، تمامی باشه، نمیدونم جست داشته باشه فلان، و یهو به این مرتبه منتقل شد، یعنی کل اون جستخیز ازش گرفته شد. الان این جستخیز رو باید عوضش بکنه به چی؟ به اتکت کلامی. الان این قدرت کلامی رو نداره، هنوز این الفاظش رو نداره. میبینید که در این مرحله بچه ها گنگ میشن، نمیتونن اون بیانی درستی رو که دارن بکنن. حتی وقتی چیزی رو میخواد بگه، شاید اون چیزی که داخلش هست غیر از اون چیزیه که رو زبانش میاد. واسه همین است که شما وقتی که چیزی میگه بذارید که کامل حرفش رو بگه. وقتی هم گفت دیدید که نه، اون چیزی که به سلام میخواد نیست، تکرار کنید برات. یعنی منظورت اینه که میخوای بگی چی؟ 5 دقیقه اون حرف زده، شما حرفش رو 2 ثانیه به سلام تکرار بکنید تا لب مطلب رو واقعا رسونده یا نه. اما اینی که بگید که نه بابا بچه‌مون الان سر شده، الان بی اهتمامه، نمیدونم فلانه، الان نه، اینا رو باید بذاریم کنار. این ویژگی‌های مرحله به اصطلاح نوجوانی این اقتضا رو می‌کنه، این بچه در حال رشد هست. پس و همچنین در این مرحله گذرا این مسائل رو مطرح می‌کنیم، شاید فرصتی بشه که بیشتر این مسائل رو باز بکنیم. بچه مثلا میبینید که بچه ها میرند تو دستشویی 20 دقیقه 30 دقیقه میمونند،
بچه های نوجوان، دخترها و پسرها، این در این مرحله به صورت طبیعی بچه نیاز داره که با خودش تنها باشه، چون که یک تغییر و تحولاتی، یک چیزهای جدیدی براش، برای خودش گنگ است که چه اتفاقاتی داره میفته. این بچه اگر اتاق خلوت داشته باشه، میبینی که میره توی اتاق خودش، در رو به روی خودش میمنده و با خودش میشینه. اما بچه هایی که مثلا اتاقشون مشترک از با یا میرن توی دستشویی مثلا مدتی رو میگذرونن، اینجا دیگه به جای اینکه ما بیاییم هزار شک و شبهه به سر، نه نه، این چیز کاملا طبیعی است و این بچه در این مرحله نیاز این مرحله هست. نیاز یکی از نیازهای عجیب این مرحله که پدر مادرها رو خیلی اذیت میکنه و این چیز طبیعی است کاملا، این هست که بچه ها به اصطلاح شلوغن، لباسشون اینجا انداخته، کتاباشون اینجاست، نمیدونم یه جوراب میپوشه یکی نمیپوشه، یه جورابش کجه یکی راسته، نمیدونم، بی ترتیب، هیچ نظم و انضباطی توی کارشون نیست. ببینید این مرحله، مرحله ساختار شخصیتی است. ما دو نوع شخصیت داریم، یه شخصیت انسان مرتب، یک انسان نامرتب. این سیمای شخصیتیش انسان نامرتبه، این سیمای شخصیتیش انسان مرتبه. کدوم بهتره؟ هیچ کدوم را نمیتونیم بگیم از دیگری بهتره. این ویژگی خاص رو داره، این ویژگی خاص رو داره. در یک ازدواج اگر یک انسان نامرتب بود، یکی مرتب، این ازدواج خیلی ازدواج خوبی خواهد بود. باید زن و شوهر قدر هم دیگر رو بدونن. برعکس وقتی که هر دوتاشون مرتب یا هر دوتاشون نامرتب، شخصیتون، بعد شخصیتون، سیمای شخصیتیشون هر دوتا نامرتب یا هر دوتا مرتب بود، اینا بیشتر تنش براشون ایجاد میشه. یعنی تصور بکنید یه زن و شوهر هر دوتاشون مرتبن، در هر دوتا که مثل هم نمیشن، یکی مرتبتره یکی نامرتبتر. این زن میاد همه چیز رو مرتب میکنه، شوهر با این ترتیب مشکل داره، میاد ای چرا اینو اینجا گذاشتی، مگه تر بود نگفتن این ورتر بذارش، اینو این ورتر، اینو باید اینجا میذاشتی، اینو باید اینجا میذاشتی. اینها دیگه فشار خون همدیگه رو بالا میبرن، یک تنشی از بین به اصطلاح مرتب و مرتب تر. اما اگر نه، شوهر مثلا نامرتب هست و سیمای شخصیتیش نامرتب، این عیبی نیست، شخصیتش اینجوری. زن مرتبه، زن خونه رو مرتب کرده، شوهر میاد اصلا براش مهم نیست، نمیبیندش اصلا، به این چیزو توجه نمیکنه. زن حساسه، وقتی که مثلا یه چیزی خراب میشه 10 بار از صبح تا بعد از ظهر 6 بار بهش گفته که آقا جون این لامپ خرابه، عوضش کن. شوهرم میبینه، اما چی؟ برنامه ریزی میکنه که خب این لامپ خرابه، الان وقتش بره آدم بره بازار برای این لامپ خریدن. خب روز جمعه تعطیله، روز جمعه بعد از نماز جمعه میرم یه لامپی میخرم. برنامه میریزه برای 7 روز بعد، یادش میره میرفته، به سر 4 ماه طول میکشه همون لامپ رو عوض نمیکنه. زنه چی؟ هر روز 10 بار تذکر میده. چرا؟ چون مرتبه. خب آیا این اشکالی؟ نه، هیچ اشکالی نیست. ویژگیش کجا هست؟ ویژگی این هست که زن چون که مرتبه، شخصیت مرتبه یعنی چی؟ یعنی قدرت تصمیم گیریش سریعه، واکنشش سریعه. یه چیز نامرتبی رو دید فوراً تصمیم میگیره که این باید اینجا باشه، فوراً اون کار انجام میده. شوهر که نامرتب هست یعنی چی؟ یعنی قدرت تصمیم گیریش طولانی هست. شوهر ویژگیش در اینه که اگر مثلا یه برنامه داشته باشن برای تغییر خونه شون، خب زن اینجا دیگه دست و پاشو گم میکنه. شوهر چیکار میکنه؟ شوهر برنامه ریزی میکنه که ما 3 ماه بعد که تعطیلات میشه خونه بگیریم، خونه رو جایی بگیریم که به مواصلات نزدیک بشه، خونه رو جایی بگیریم که به مدرسه های مچه ها نزدیک بشه. 100 جا رو نگاه میکنه، بررسی میکنه، فلان تا آخر خونه رو انتخاب میکنه. این قدرته، چون که انسان نامرتبی هست یعنی قدرت تصمیم گیریش قدرت عمیق هست، طولانی است. قدرت تصمیم گیری سریع نداره، در حالی که هم خانمش. این دوتا با هم خیلی خوب مچ میشن وقتی که هم دیگر رو خوب درک کنند و بفهمند که سیمای شخصیتی هر یک از اینها در واقع تکامل نقص اون دیگری است. همینطور بچه ها، بچه هایی که مثلا هرگز هرگز از بچه هاتون در این عمر نوجوانی نخواهید که مرتب باشند،
بذارید همونطور نامرتبی که هستن، بذارید این نامرتب بودن طبیعتشون هست. فقط در مواردی که زندگی عمومی رو در خلل نندازن باید مرتب باشن، یعنی وقتی مسجد میرن باید کفششون رو توی جای نماز بذارن، جای مثلا کفشا بذارن توی خونه، کفش مثلا کجا گذاشته بشه، جوراب کجا گذاشته بشه، اون چیزی که به همه ربط داره، به فضای خونه ربط داره. تمام چیزی که به فضای خودمون ربط داره ازش هرگز نخواه که مرتب باشه. لباسش رو هر جا میخواد بندازه بندازه، کفشش رو، جورابش رو، هر چیزی رو که مال خودش هست، زندگی فردی خودش هر چی نامرتب باشه. این طبیعت این مرحله عمریست. در این مرحله عمری، بعد از این مرحله عمری، شخصیتش شناخته میشه که این شخصیت انسان مرتبی هست یا انسان نامرتب. اگر انسان نامرتب بود یک ویژگی های خاص خودش رو داره، اگر انسان مرتب بود یک ویژگی های خاص خودش. اما اگر مجبورش کردی در این مرحله عمری مرتب باشه، در واقع قدرت تفکر، قدرت ابتکار رو از اون میگیری. همه ابتکار مبتکران دنیا افراد نامرتبی هستند. چرا؟ اگر قضیه فرد مرتب باشه توی یک قالب مرتب، یک قالب منظمی حرکت میکنه، هرگز ابتکار نمیکنه. اون کسی که ابتکار میکنه اون کسی است که از قالب رفته بیرون، خارج از قالبی که براش، صندوقی که براش ساخته شده فکر میکنه. اونجاست که دیگه میتونه ابتکار عمل داشته باشه، اونجاست که میتونه برق رو ابتکار بکنه، میتونه اینترنت رو کشف کنه، میتونه نمیدونم فضاهای مختلفی که در خلقت الله متعال گذاشته اینا رو کشف کنه و یک نوآوری برای جامعه بشریت داشته باشه. ویژگی های نوجوان ها که باعث دردسر خانواده ها میشن و اون هم به خاطر اینه که والدین این ویژگی ها رو درک نمی کنن، موضوعی بسیار مهمی هست که انشالله بتونیم در نشستی دیگر این رو به صورت بهتری بازش بکنیم. تا دیداری دیگر همه شما عزیزان رو به الله منان میسپارم. الله شما رو یار باد و یاور.